در استودیو هم همین عروس‌داماد را مهمان خود داریم و بیشتر صحبت میکنیم. علیزاده جویا و عارفه جویا و همچنان هم لیلا جعفری فعال حقوق زن هم با ما هستند. در پیوند به همین مورد بیشتر صحبت میکنیم. سلام به شما. خیلی خوش آمدین به برنامه. سلام باشم. اولا به شما تبریک میگم این عروسیتان را. در نخست در مورد این اقدام بگوین، از کجا این انگیزه برات خلق شد که عروسی را این گونه مختصر بگیرین و بیاین پول را سرمایه گذاری بکنین در یک بخش دیگه که هم زمینه کار باشه هم یک نوع تجارت باشه؟ تشکر، زنده باشین. سلام و خدمت بیننده طلوع و ملت غیور افغانستان. انگیزه ای که تا پارسال ما کدام انگیزه برای عروسی نداشتیم، فقط این سال تصمیم که گرفتیم بعضی موضوعات را این سال درک کردیم که سلسله مصارف ناق هستند، مثل تویانه، مثل مصارف های مهمانی بزرگ، این چیزا را. پس تصمیم به این شد که خب یک تغییرات بیاریم و حساب هایی که ما کردیم تقریبا خیلی پول زیاد لازم بودن، بنابر از او خب اقتصاد ما میاری نمی کردن. یک دومی دیگه پول کم و بیشی که ما داشتیم نمی تانستیم که با او عروسی که ما بین دوستا یا فامیلا کسای دیگر که نسبت به هم چشمی که دارن که می گیریم نمی تانستیم. پس تصمیم گرفتیم که یک سلسله یک تغییرات یا اصلاحات برای جوان ها، یک انگیزه، یک روحیه بدیم جوان ها را. خانم جویا، شما چطور موافقت کردین با این کار؟ این طرح از کی بود؟ از شما بود یا از آقای جویا بود که بیاین عروسی را مختصر بگیرین، تنها به یک نکاح شما اکتفا بکنین و اون پول را که به عروسی مصرف میشد به اون 1000 نفری که شما یک روز نان میتین اون رقمی خودتان گفتین به برای همیشه یک کار ایجاد شوه؟ مثلا دیگه دخترها دغدغه های بسیار زیاده دارن که عروسیشان مجلل باشه، به هزاران نفر بیایه، زیورات گرفته شوه، لباس های بسیار مجلل و خوب بپوشن. شما چطور قبول کردین این طرح؟ از آقای جویا بود یا از شما بود؟ خب اول عرض سلام به تمام بیننده های عزیز و به شما. خب انگیزه جالبیتش دهی است که ما هر دوی ما امی انگیزه را داشتیم، ولی وقتی که در مورد ازدواج گپ زدیم جالبیتش امی بود که هر دوی ما یک انگیزه را داشتیم. و انگیزه ازیم دمه از کجا پیدا شد که ما در پلیس بودم، اینجا که کمکاری نظام یا کیفیت نظام که پایین می آمد از طرف طبقه اوناس، تنها دلیلش بود که بعضی کسا به اساس علاقمندی نمی آمد، به اساس مجبوریت اقتصادی می آمد. یعنی بیشتر خانمایی که در پلیس هسته از خاطر مشکلات اقتصادی آمده. و مشکلات اقتصادی از کجا منشأ گرفته؟ حتی اونا پسرشان دخترشان در سن ازدواج رسیده، ولی هنوزم امو مشکلی که یعنی وقتی ازدواج خود از اینا از خاطر امو همچشمی و چیزا با بار آمده، یعنی از اونا نبر آمدن و هنوزم با دمو مشکل، با وجود از اینکه نمیتونن اولادایشان درست تربیه کنن، خودشان صد تا مریضی داره و میای نظام هم سطح نظام هم پایین میافته دیگه. اینجا یعنی بیشتر از این من نمیتونم. چه مدت کار کردین در بخش امنیتی پلیس؟ من مدت یک سال کار کردم، یعنی با 6 ماهی که دوره تعلیمی بگیریم 1.5 سال. بسیار خوب. پس از او ترک کردیم؟ بله، چون یک اشاره اگه بکنم خانوما در نظام به یعنی درست برشان وظیفه داده نمیشه، بلکه به سطح به یک مثل سمبول وری هستن، کار داده نمیشه ولی میگه نمیتونی تو یک خانم هستی باشم اینجا. بسیار خوب، برمیگردم با شما بیشتر صحبت میکنیم. خانم جعفری، حالا جامعه ما وابسته به یک سلسله مسائل سنتی بافتای بسیار سابقه قدیمی هستند که روی هم رفته اینها متضرر ساخته جامعه را و با اقتصاد را. اون چیزی که خانم جویا اشاره کرد، خیلی ها نامزد شدند یا مزینه عروسی ندارن، سالها منتظر ماندن. حالا چگونه میشه این سنت را شکستان؟ چگونه میشه تابو شکنی کرد، قناعت داد اکثریت را که بیاین با هزینه های کم خود را قناعت بتن عروسی برگزار کنن؟ مثلا یکی از بزرگترین چهره های مشهورترین چهره لیونل میسی باشه، با 250 نفر می عروسی میکنن، اما در افغانستان این کار معمول نبوده. تنها موارد مشخصی وجود دارن، در آخرین مورد هم خانم جویا و آقای جویا هستن این کار را کردن. برای اینکه عمومیت داده شوه و این آسیب پذیری که جامعه ما از این ناحیه داره، چه کار باید شود؟
سپاس. ما هم به زوج جوان پیوندشان را تبریک میگم، آرزوی خوشبختی دارم برای شما و تشکر میکنم از تلویزیون طول نیوز که واقعا این حرکت یک تابو شکنی، یک سنت به اصطلاح از سنت های نادرست عبور کردن را اینها شما در این برجسته میکنید. او واقعا سپاسگزار هستیم از تیم شما. بسیار ببینید خانم عارفه خودش یک بانوی هست که در اوج مشکلات بوده، بسیار واضح اشاره کرد. ایشون اشاره کردن پدر مادرانی که خودشان یک زمان ازدواج کردن به خاطر چشمم چشمی ها هنوز قرضدار هستن، آسیب دیدن، امروز فرزندان اونا به سن ازدواج رسن ولی پدر مادر امو زمینه رو فراهم نمیتن، حتی میترسه از قرضداری ها. ببینید این نشان میده که چقدر میتونه امی چشمم چشمی های نادرست، سنت های غلط و دخترمون را فروختن. بحث تو یعنی پیش می مثل این میشه که تو یک انسان رو میفروشی، نعوذ بالله، مگه انسان قیمت داره؟ ببینید این می سنت های غلط هست که امروز افغانستان که در منطقه بیشترین نفوذ جوان رو دارد، اما آمار سن ازدواج داره افزایش پیدا میکنه. یعنی سن از ازدواج میگذره اما زمینه ازدواج پیدا نمیشه و مجبورن جوان ها، چه دختر و پسر، اینها به طرف اعتیاد میرن از لحاظ روح روانی، چون درگیر میشن، اینها دست به جرم جنایت و دزدی میزنن، به اختطاف دست میزنن، حتی به نیروهای مخالف نظام اینها میرن میپیوندن. فقط به خاطر چی؟ چشمم چشمیایی که مثلا من مادر که پسرم در سن ازدواج هست میگویم که بهترین جای ما باید برای بچه خود ازدواج مکان عروسی بگیرم و من که مادر از دختر هستم، یعنی بیشتر خانواده ها اینجا نقش بازی می، حتی استقلالیت به خود جوان ها نمیدن که اینها برای آینده خود تصمیم بگیرن. من مادر دختر میگم اینقدر طلا، اینقدر تویانه، اینقدر نمیدونم گوشت و برنج، بیا این وضعیت مملکت رو هم درک بکنیم. ما میگیم مملکت ما چرا آباد نمیشه، بیایم از خود شروع کنیم. بیایم امروز این دو جوانی که اومدن به دور از تشریفات، به دور از اسراف، به دور از چشمم چشمیا اومدن، پیوندشون رو ازدواج پیوندشون رو اینها بستن و آغاز کردن و حتی میتونیم بگیم اینها جوانای وطن دوست هستن، علاوه بر این که زندگی خود را دارن تامین میکنن، 40-50 خانواده دیگر را داره غمش میخوره. این کار کوچکی نیست و ما از نسل نوی جوان افغانستان، از نسل تحصیل کرده و دانشگاهی مان اینمی توقع رو داریم. حمایت میکنیم، ما مردم باید حمایت کنیم، رسانه های بزرگوار حمایت کنن تا اینمی جای و فرهنگ های غلط، چشمم چشمی های غلط رو بگیره افغانستانی که از فقر اقتصادی رنج میبرم، بیشتر از 40% کشور زیر خط فقر هست. فقط میتونیم اینمی تابو شکنی ها را حمایت کنیم، برجسته کنیم، الگو برداری کنیم. امروز اینا شروع کردن، ما فردا دختر خود ما به همین شیوه ازدواج کنه، پسر ما به این شیوه ازدواج کنه، ما چشم ببندم روی خودخواهی های خود، روی سلیقه های خود، روی عقده های خود که در روسی ما فلان نشد چنان شد. ما میتونیم اینمی فرهنگ خوب را نهادی نکنیم و از چندین بود میتونیم ما به این موضوع نگاه کنیم، نگاه اقتصادی، از نگاه فرهنگی، از نگاهی که نسل نو جوان ما آمدن، اینمی شیوه نو، نسل جوان، نسل تغییر، نسل مثبت، یعنی همین به نظر ما. واقعا ما خیلی خوشحال هستم از حرکت این جوان ما. قای جویا، حال کار را شروع کردن کی مدیریت میکنه ایران؟ مدیریت داخلی کارگاه مربوط به حاجی خانم ما میشه، دیگر مثل بعضی چیزها خرید و فروش رساندن جنس ها، اینا مسئولیت فعلا نگردن ما است. برنامه ریزی کردین که چه کارا صورت بگیره، کدام کالا را تولید میکنه؟ آره فعلا که ما سه طرح را داریم، یک یا با این چی بگیم، سه چیزی که ما تولید میکنیم، دامن یا خنقاق، سرپتلونی برای دخترها هستن. شما بر بازاریابی از این چه کار کردین؟ کیا خریدار شما است؟ مردم داخل هستن یا در ولایات میفرستین؟ فعلا ابتدا از سمت غرب کابل شروع میکنیم تا جایی را که ما البته با بخش بازاریاب ما هم دختر خانم ما هستن. چه مقدار تولید میتونیم داشته باشیم با 40-50 نفر که اکنون در کار با هست؟ با 40-50 نفر البته برنامه‌ریزی کار ما قسمی هست که داخل کارگاه فقط جایی هست نمونه دوزی یا برای بروش کار هستن. دیگر کارمندای ما بیرون از کارگاه هستن، هر خانومی که وقت ندارن بیرون کار کنن، علاقمندی به کار دارن، پس برای از اونها ما زمینه کار فراهم کردیم که اونا بتونه هم خانه خود را مدیریت بکنه هم کار بتونه. پس کارمندای ما هر کی در خانه خود جنس از ما میبره پس میره. تقریبا در هفته 200 جوره ما تولید داریم. از این چیزا که حسن هفته 200 جوره تولید داریم. بسیار خوب. چه احساس وجود داشت وقتی خودت اینقدر کوتاه و مختصر عروسی را گرفتی؟ پدر و مادر یا چهار تا دوست و رفیق بسیار نزدیک بودن ولی دیگه کسا نبودن، احساس نکردی که دیگر رو ازت گله میکنن؟ خب البته مشکلات یا چالش بزرگی که ما داشتیم همین بود، حتی مادرم
برادرم، پدرم خدا رحمت کنه، کاکاهایم، اینا میگفتن قوم ها چی شوه، دوست ها چی شوه که اینا تو دعوت منی، اینا گیله میکنن. یک چیزی که واقعا برای من هیچ قابل قبول نیست، از مردم را تویش خوردی باید بدی. خب تنها چی، خب البته او کسی که خودش با مشکلات خود گرفتار کرد، من نمیتونم خود با مشکلات گرفتار کنم. بنابر از این خیلی وقت گرفتن که تا ما فامیلای خود راضی بکنیم به این کار. اول اینا هم راضی نبودن، برایشان گفتیم، برنامه های خود گفتیم، هدف های خود گفتیم، تا اینا رو تونستیم قناعت بدیم. خانم لیلا جعفری هم کارشناس مسائل خانوادگی و فعالین حقوق زن با ما هستند، گپا و صحبت های ما را دنبال میکنیم. خانم جویا، من سوالی که از آقای جویا داشتم، هر کس دغدغه های خود داره که عروسی داشته باشه، خب این سنت ها زینت ها رو هم سوق دادن به سمت مسیری که خواست ها بالاتر از اون چیزی که هزینه داریم، بالاتر از اون چیزی که بودجه داریم باشه. عروسی خوب، لباس های خوب، زیورات خوب با حضور داشتیم، جمعیت های کلان، شما چه شد که اینمی دیدگاه را عوض بکنین یک دفعه؟ چه شد که خود قناعت بتین با دو سه نفر تنها بحث ازدواج را مطرح بکنین و با همی پیش برین؟ خب در اینجا موضوعی که هست میشه بخشش باشه یک دفعه سوالتان دوباره بگی؟ بس همیست که چگونه خود قناعت دادین که نرین طرف یک عروسی مجلل، امی پیسی و پولی را که حالا شما آمدین یک کارگار را ساختین میامدین به یک هتل عروسی میکردین، اما این کار را نکردین، این چطور شد؟ ای از کجا این دیدگاه برای شما پیدا شد؟ خود قناعت دادین که نیمه این کار را نمیکنم، این کار را میکنم، و طبیعتا با خانواده هم مشکلات وجود داشته، با اونا چطور استدلال کردین و اونها را چطور قناعت دادین؟ خب موضوع ای که ما چطوری تصمیم گرفتیم به خاطر ازی بود که اول خواهم مشکل پیش نفره گفتم که چند دقیقه پیش که خانمایی که ما باشان سرکار داشتیم، چون پلیس طبقه اوناس بودیم، اما کسایی که بودن هم قطارای ما یا ما هم دوره های ما، اونا رو که دیدیم، یعنی مشکلات از اونا رو، انگیزه از اونجا بود و ای که خودم قناعت کردم. خب ما اینی دوست ندارم که تابع قوانینی که دیگرها گذاشته در زندگی، قانون عمومی نیست، شخصی است. یک نفر دوست داره در زندگی خود چه قسم زندگی کنه، ما تابع قانون از اونا باشم. خب وقتی میتونیم که زندگی نفس از خود ما هسته، تصمیم زندگی خودم خودمان باید بگیریم. و همچنان دخترایی که مثلا کمی توقعش بالا است یا مادرایی که هستن، مخصوصا دختر خانم ها، اونا را از اونها خواهش دارم که مثلا خیلی محدود فکر نکنن، همون یک روز فکر نکنن، آینده‌ش هم فکر بکنن، یک رقمی جور میشه. و موضوع دیگه که خانواده را گفتین، با خانواده خیلی با مشکل مواجه بودیم، اما خوشبختانه مادرم یک خانومی با وجودی که نیمه سواددار است دیگه، خیلی با سواد نیستن، ولی فکری بازی داره، حمایت کرد. اولش یک کمی بهش مشکل بود ولی بعدا قبول کرد دیگه. بسیار خوب. حالا کار را پس از این شروع میکنین شما؟ بله. کار را در کارگاه بعد از این آغاز میشه؟ بله، کار بعد از این شروع میشه، ولی برنامه ریزی هایش و طرح پلان شما با آقای جویا یعنی قبلا تمام بیشتر شما کردن. پیش از اینکه در عروسی بین طرف نکاب عین و این مراسم را تجلیل کنیم، بیشتر روی کار و کارگاه فکر کردین که چیزی برای گفتن داشته باشین که عروسی نکردین ولی به جای برنامه ریزی های عروسی آمدین برنامه ریزی برای کار و برای کارگاه کردین؟ بله، امی موضوع جالب هم اینجاست که تا یک روز پیش از عروسی ما اونجا کارگاه دروازش باز بود. خب بخش امی چند تا نمونه را که شخصا خودم بروش کردیم و دوختیم با همکارایی که در اونجا هسته، یک دو سه نفر دخترها که هستن در اونجا مصروف بودیم، یک روز پیش از اید ما رخصت دادیم که از طرف خانواده هم گفته می شدن که فردا عروسی است، شما چی کار میکنین؟ شما دسترسی به حیاتی هم داره؟ نداشتم ولی پیدا کردم. بسیار خوب. همکارای شما، این دخترهایی که در کنار شما بودن، امی انگیزه را تانستن از شما بگیرن که اونها هم این تصمیم را بگیرن فردا اگر قرار باشه عروسی بکنن، حداقل شبیه این کارهایی بکنن؟ اگر امین کار نیست ولی حداقل یک مقدار با تفاوتهای انجام بدن این کار. بله، یعنی خب چون ما یک کاری کردیم که امون لباس عروسی را خودم طراحی کردم، خودم با امون چند تا دوست ما دوختیم ولی نپوشیدیم، فقط به خواست مادرها که جور شد. خب خیر جور کردیم، امون تو ماندیمش نمونه ای. این را روی ازی که کار میکردیم، همکارای ما امون چند نفری که بودن زیاد تقاضای ازی رو داشتن که در ازدواج ما شرکت کنن، منتظر ازی بودن، سوال کردن. خب ما جریان گفتم ما این قسم ازدواج میگیریم. بعد یعنی یکشان دویشان آخرش امون چهار نفری که امرای ما همکار هسته، هر چهار تایشان خیلی قبول کردن، مثلا زیادم تشویق کردن و
هر چهار تایشان مجرد هستن و اونا هم گفتن که ما مثلا دوست داریم قسم ازدواج کنیم. چقدر جالب بود برای شما این کار. همیشه رفتین در روسیه ها اشتراک کردین که یک سالون کلان پر از خانم ها، اطفال، موسیقی، عروس و داماد و اینها. اما وقتی شما خودتان در موقعیت قرار گرفتین که هیچ چیزی از این چیزهایی که من گفتم نیست، چه احساس وجود داشت تو وقت برای شما؟ خب برای من چیزی که مهم بوده که رضایت طرف مقابل ما آقای جویا و همچنان خوشی مادرای ما بود که همین چند نفری که خیلی نزدیک هستن ما میتونیم قناعت از اینا رو حاصل کنیم که واقعا یعنی نزدیکای ماست و خیرخواه ما هستن. خب در اینجا احساس خیلی خوشی میکردم. مثلا تصورش قبل از ازدواج یکم مشکل بود که چه قسم عروسی بیایه، ولی روز عروسی یعنی واقعا من کم بود احساس نکردم که نفر کم است یا نمیدونم رقص و بازی و آرایشگاه و همچون چیزا کم است. همین سوال را از شما می داشته باشم آقای جا. خب طبیعتا گفتم که همه احساساتی که ما داریم تحت تاثیر امو روندهای اجتماعی و بافتهای اجتماعی قرار گرفته که ما طبیعتا هر جوان خواستهای داره. طبیعتا شما حداقل این وقتی گفتین یک سال پیش این دیدگاه برای شما خلق شد، پیش از او شاید فکر میکردین اگر روسی خوب داشته باشین با جمعیت بزرگ از دوستا و رفیقا و رقص و بازی و یا، ولی اکنون در معالت قرار گرفتین که با 3-4 نفر اعضای خانواده این مراسم را تجلیل کردین. چه وضعیت بود وقت؟ چه فکر میکردین؟ ناراحت گوی ناراحتی هم رخ میداد برای شما که چطور کار را کردین؟ خب البته که احساس ناراحتی در جایی رخ داد، واقعا امروز ناراحت شدم که جایگاه پدرم خالی بود. چون او خیلی دوست داشتن که یکی از آرزوهایش بودن که در عروسی ما باشن، خب متاسفانه که نیستن. و احساس خوشی غروری که امروز داشتم که خلاصه توانستم چیزی که میخواستم و از مصارف های ناق یا فرهنگ های یا رسم و رواج های غلط را ما از اینا دور باشم. و تقریبا در کل اول که داخلی ما رفتیم پشت عروس، پس آمدیم دیدیم، خب معمولا امو در ذهن ما بودن در عروسی های قبل از دیگرها را که دیدیم، در پذیرایی عروس و داماد خیلی مردم ایستاد بودن و خیلی خب تا یک سال پیش ما هم به می فکر بودیم که یک عروسی مجللی با مهمان های زیاد و با یک جای خیلی معروف یا مشهوری. واقعا اون روز که آمدم خب او چیز در ذهن میج نبود. من میگه احساسی خوشی یا آرامشی که فقط داشتم که میتوانستم. از چه زمانی با خانم جویا شما معرفی شدین؟ البته داستان معرفی از ما از 3 سال پیش هست. در این 3 سال تا 1 سال پیش هم روی این موارد صحبت نشده؟ نه. خب ما تصمیم عروسی را ما اینمی سال نو گرفتیم و در اینمی موارد کسی گپ زدیم. تا پار سال، سال اول دانشگاه ما بودن ما با هم دوست بودیم. خب چی میخوانید شما در دانشگاه؟ حقوق. در پانتونای خصوصی؟ پانتونای خصوصی. با صحبت های دیگه با شما می داشته باشیم خانم جعفریالا که نیاز به اطلاع رسانی بیشتر هست، نیاز به امرسانی موارد به مردم است. خب حالا منطق بسیار بلندی که میتونه قناعت جوانای دیگر را فراهم بسازه، قناعت مردم عامه را فراهم بسازه، خب اینها آمدن با 2-3 نفر اعضای خانواده عروسی کردن. خب ما نمیگیم با 2-3 نفر، پیشنهاد بکنیم که شما با 100 نفر، با 200 نفر ازدواج بکنیم، هزینه بسیار کم میبرن. همین را چگونه میشه به خورد جامعه داد و قناعت داد؟ با چه استدلال های؟ خب مطمئنا که منطق اینمی هست. امروز اینمی 2 جوان آمدن علاوه برای این که تا حدودی تضمین یک زندگی که پر از خوشی باشه، پر از قناعت و درک متقابل باشه. ببینید فلسفه ازدواج رو ما باید اول بفهمیم. یکی هست که میره به طبق رسومات ازدواج میکنه، اما نه، از ازدواج باید هدف داشته باشی. همینطوری که فلسفه آفرینش انسان دارای یک تومار طویلی هست که چرا به دنیا آمد و چرا میمیرد و که این در نهایتی است که انسان کامل و رستگار شود. حالا ما اگر میخواییم بحث ازدواج همی باشه که بله، زمانی که 2 جوان ازدواج میکنن، اگر خانواده ها پشت امی چشمم چشمی ها نگردن، پشت تجملات نگردن، مخصوصا اونهایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هست، ما البته در کل میخواییم که واقعا هزینه ازدواج ها و ای اسراف ها
کاهش پیدا کنه در سطح افغانستان. امروز اگر از غرب کابل چنین صدای خوشایندی برخواست از نسل جوان، ما میخواییم در سر تا سر افغانستان باشم. این میتونه اینمی شما رسانه ها میتونید دست بلند و بازی داشته باشید در این راستا که ترویج شوه این فرهنگ از طریق به اصطلاح چنین مصاحبه‌ای، ساختن فیلم های مستند، و حتی دولت میتونه از کار این زوج تقدیر بکنه و ما بیاریم این رو واقعا روی ازی بحث کنیم، به میز گفتمان بندازیم، مخصوصا در مسائل خانوادگی، حتی نوع ازدواج اینها باور کنید مستند شه، کتاب شوه، تا من مادر من پدر هم متوجه شوم زندگی پیوند خیلی مقدستر از این است که ما رو غرق در تجملات کنیم، در اینی که من حتی ندارم جیبم خالی است اما قرض کنم که امروز پسر من بهترین عروسی رو بگیره، دختر من بگم باید داماد میتونی تو نمیتونی چنین طلاهایی رو بخره. امروز بسیار جوانای ما در کشورهای همسایه رفتن در شاقترین کارها رو دارن انجام میدن به خاطر اینکه هزینه ازدواج خود تأمین کنن. سال هاست که نامزد کرده اینها ماندن. برگردیم به این بگیریم، ما یک نگاه به پل سوخته بندازیم، ما یک نگاه به شفاخانه هایی که از لحاظ روحی روانی مریض دارن اینها رو ما ببینیم، جوانانی که ما در زندان ها جوانانمون را ببینیم، اینها میتونه خیلی از مواردش یا بازخورد ازدواج های غلط و تجملاتی خانواده هایشان هست که هنوز درگیر همو قرضداری ها هستن که خود فقر و قرضداری خشونت را در خانواده به بار میاره، همینطوری که عارفه جان اشاره کردن. و بعدش امروز دختر پسر به سن ازدواج رسیده، هر خواستگاری که برای از دختر می خانواده میگه چون او پول نداره ما تو رو به او نمیدیم، خب این جوان ها چی میشه؟ یا دست به فرار میزنن که بس میشه به گلوله بستن، به زندان رفتن، یا اینکه پسران ما دنبال هزار تا مشکلات فساد میرن و دخترها هم در بهترین موقعیت که ازدواج کنن بتونن فرزندان سالم بیارن، یک جامعه سالم، خانواده سالم رو تشکیل بدن. تمام این موارد رو ما از اینها حذف میکنیم، برمیگردیم. ما هم از طریق کمره شما میخوام بگم به تمام خانواده از جمله خودم که یک دختر دارم یک پسر دارم، باید اینا برای ما الگو باشن. فردا من دختری رو که میگیرم برای پسر من، من او رو نمیخرم از خانوادش، و دختر من اگر ازدواج میکنه من دختری فروشی ندارم. اما از ازدواج و از پیوند باید هدف و یک معیار و یک چیزی که تعریف شده باشه باید داشته باشه. یک دقیقه داریم برای که شما پیاموی خدا داشته باشید، چی گفتنی دارین شما؟ خب برای دوستایی که این لحظه ما رو میبینن، فقط هر کار هر تصمیمی که دارین که برای ولو که مربوط شخصی باشه کوشش کنین که خیرخواه نباشه، خیر چهار نفر دیگر حداقل در او کار حتما در نظر بگیرید. و پیام شما خانم جویا؟ خب پیامم اول به خانواده هایی هست که کوشش کنین بچه هایتان یا دختر هایتان بانین که خودشان تصمیم بگیره، و دوما به امی خود جوانای ما چه دختر است چه پسر است یک کمی دل سوزانه نه یک روز فکر کنه بلکه تمام زندگی خود فکر کنه تصمیم بگیره. ممنون از حضور شما زوج جوان عارفه جویا، علیزاده جویا و خانم لیلا جعفری، از اینکه در برنامه سپاسگزار آمدین.